خانم ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. داشتم گزارش های مربوط به میهنم رو مرور میکردم. همیهنان گرامی، چند وقت قبل مطلبی رو خوندم که در سمیرام چند نفر شکارچی محض خنده، محض تفریح، یک خرس بیچاره حیوان نمیدونم جنگلی رو با دو تا از توله‌هاش با ضربات چوب و چماق کشتم. بعد عکس گرفتن شجاعانه بغل دست خرس و طولاش. روزنامه ها شلوغ کردن، مقامات فضای سبز و وحوش و اینا قول دادن که موضوع رو بررسی کنن و شکایت کردن از این حرفا. بعد سر صدا خوابید. دوباره در همون ناحیه سمیرام یک بار دیگر دو سه نفر باز محض خنده با پوچ، این بار حیوان بیازاری رو یا اولاغی رو میزنن. عکس هم گرفتن، فیلم گرفتن، توی مغزش و این حیوان رو میکشن و باز بغل جنازش عکس گرفتن که صحنه های مختلف موقعی که پوچ رو میزنن این حیوان گیج میشه، بعد میزنن مغزش رو داغون میکنن. اینا همیهنان گرامی نتیجه یک جامعه بیماره. همه ما میدونیم کودک آزاری در روز روشن میبینیم که تو خیابان یه آدمی کارت میکشه، قمه میکشه، یه آدم دیگه، یه جوان دیگر رو با کارت میزنه، بعد وای میسته وسط تهران در برابر نیروی انتظامی. حالا شهر میدم براتون، دو تا پلیس واسه سیگار میکشن اون گوشه، عکس گرفتن، فیلم گرفتن، همه جا پخش شد. یه جوانی رو با چاقو میزنه، بعد میسته شروع کنه شعار دادن که این طرف رو من روشو کم کردم، دنبال ناموس من بود. حالا این بدبخت خواستگار یه خانومی بوده که گویا این آقا یه موقعی به زور فوش و تهدید و اینا میخواسته باشه ازدواج کنه. این جوان داره جون میکنه، هیچ کس نمیاد جلو. دو تا مامور انتظامی کلاهاشون گذاشتن زیر بغلشون، نشستن سیگار میکشن، میخندن. این صحنه بعد نیروی انتظامی وقتی این عکس اومد بیرون و فیلم و اینا، گفت بله اون دو تا مامور خاطی رو پروندهشون رو فرستادیم به دادگاه ارتشی و از این حرفا. ولی همه میدونن همین گرامی در اون مملکتی که اراذل و اوباش حاکمن، عروسی اونهاست، عروسی ایناست. شما فکر کنید در این آمریکا، در اروپا آدمهای جانی اینا که از درب هم دارن میرن از تو تاریکی مردم رو میکشن یا میرن تو مغازه ها به زور اسلحه پولای مردم رو میگیرن، اینا رو یه حکومتی تشکیل بشه به اینا قدرت بده، بگه آقا مگه این کارا رو نمی کردین؟ حالا رسمیه، دولتیه، ما به شما پولم میدیم، ماهیانه چندین میلیون میدیم، خونه بهتون میدیم از خونه های مصادره شده، خاروبار میدیم، بن میدیم، همه اینا رو میدیم، پسرتون رو سر کار میذاریم، پسرتون رو میفرستیم دانشگاه بدون کنکور، همه این کارا رو انجام میدیم، شما کارتون این باشه، ما هر کیو گفتیم بکشیم. هر جام دیدین که ما نگفتیم اگه کسی روش زیاد بود بکشینش. خب خیال میکنین چی میشه؟ همون چیزی که الان تو ایرانه. یه دانشجو برای من نامه نوشته، من خیلی نامه میگیرم همیهنان گرام، از ایران میفرستن آمریکا، در آمریکا این نامه ها رو برای من پست میکنن و یا از اروپا. در یک از این نامه ها، حالا اون نامه رو من یه شب دیگه براتون میگم، راجع به آقای سعید مرتضوی،
خدمت شما عرض کنم این نامه‌ای که دارم میگم مربوط به یه دانشجوه. برای من نامه نوشته که آقای فرجی، من چند روز قبل با یک وثیقه خیلی زیاد، حدود 250 میلیون تومان، از زندان آزاد شدم و آمدم به کردستان و از کردستان فرار کردم، آمدم در ترکیه. این جوان دانشجو نوشته در زندان، من فقط آقای فرجی بعدن اگر خواستید میام رو تلفنتون براتون شهر میدم. نوشته در زندان منو کتک میزدن، شکنجه های وحشیانه، نه یکی نه دوتا، یه تیم تحقیر میکردن منو، فحشای رکی که ناموسی میدادن، همه اینا. من در یکی از این روزهایی که اینا فحش میدادن، نمیدونم کتکم میزدن، تحقیرم میکردن، قسمشون دادم به قرآن، قسم دادم به امام رضا، قسم دادم به امام حسین که منو نزنین، من تقصیر ندارم، من شما این چیزایی که میگین اصلا در جریانش نبودم. میگه یکی از اینا قرآن عجیبش داره بود، پرت کرد زمین، با لگد زد روش. خیلی معذرت میخوام، گفت من ادرار کردم به این. گفت مردک، شروع کرد فحش دادن به امام حسین، به امام رضا. این گزارش ها رو من قبلا شنیده بودم و گفت مردک، حالا فحش و اینا، ما قرآنمون، اماممون، اهل بیتمون حضرت و آغاز. خب راست میگه امیانان گرامی، راست میگه اون. این حضرت آقا از یک باجگیر شهر معروف، از یک چاقوکش و تیغکش خیابون جمشید، از یک علاف، لغتهایی استفاده میکنم که خودشون میگن، خیابونها، ولگردهای خیابونها، چهرهایی ساخته به اسم سردار، به اسم سلشگر، سرتیپ، خانه، زندگی، همه چی. خب شما میخواین پیغمبر اون حضرت آقا نباشه، قرآن او حضرت آقا نباشه؟ اینا همه میدونن روزی که اون حضرت آقا با کله خورد زمین، اینا همه باید برگردن دوباره همون شغلای قدیم. حالا اگه زندان نشن، اگه به وسیله مردم تکه پاره نشن، اینا حالا چون اینا بلدن ملق بزنن. راست میگه اون. نتیجه اعمال جنایتکارانه این اراذل و اوباش چیه؟ اینه که اون مردی که مورد ضرب و شتم این جانیا قرار میگیره، تمام روز بهش ظلم میشه، فشار میاد، حقشو میخورن، کتک میخوره، تحقیر میشه، شب میاد خونه زورش میرسه بچهشو میزنه. چند تا بچه دیدی تا حالا که تو این بیمارستان ها از دست این پدر و مادرها تکه پاره شدن، صورت های خرد شده؟ آدم خجالت میکشه چون بگه من مال اون جامعه هم. ولی مردم تقصیر ندارن. ببینید خودکشی ها چه خبره، قساوت رو ببینید چی کار میکنه تو جامعه. همینان گرامی، این جامعه ایه که گفتم من یکی از اقوام مادریم خلبان شرکت هواپیمایی پارس بود، اون خیلی قدیم، من بچه بودم، این خورد زمین، 2 ماه 3 ماه آزگار خانواده مادری من ریخته بود به هم از مرگ این آدم، همه تعادلشون به هم خورده بود. حالا یه هجله اینجاست، یه هجله اونجاست، یه هجله اونجاست، و عده زیادی از خانواده ها که جرأت اینو ندارن که برای عزیزانشون مجلس ختمی بگیرن. رژیمی که اینقدر قدر قدرته، میگه ما نمیدونم آمریکا رو میزنیم، فلان میکنیم، لگنچه های آمریکایی رو داغون میکنیم، ما نمیدونم به موشک های قاره پیما دست پیدا کرد، همه این دروغا رو میگه. این رژیم از برگزاری مجلس ختم یا مجلس بزرگداشت هدا صابر که 1 سال از مرگش کشتنش میترسه، از حاله صحابی مجلس بزرگداشتش میترسه. اینه این رژیم قدر قدرت دروغ میگه، این قدرت نداره،
این ترسوه. اون مردک جیانی که اون بالا نشسته به عنوان رهبر، از اون دروغگو شروع میشه تا این پایین یه درازه لو باش. امروز دیدم آقای عبدالله نوری مصاحبه کرده که ما برانداز نیستیم، ما خواهان یه تعدیلی در قانون است. آقای عبدالله نوری زحمت نده به خودت، هیچ کس از شماها انتظار این نداره که براندازی بکنید. خدا رو شکر شماها خودتون از این جانی ها بودید. آقای حسین شریعت مداری در کیهان جانی شکنجهگر در کیهان اشغال شده تهران نوشته یک زمانی بود که این اصلاحاتچی ها اینقدر آدم میکشتن در اوائل انقلاب که ما به اینا میگفتیم آقا بس کنی. اینا رو شریعت مداری نوشته، من نمیگم. حالا نوشته آقا این شما همه اصلاحاتچی ها مترقی شدین و آزادی کار شدین، از آقای موسوی تبریزی اون جانی معروف، آقای حسن شریعت مداری، بگو اینا رو، بگو که این مردک جانی موسوی تبریزی در همین آذربایجان شما به سر این هواداران پدرتون اعضای خلق مسلمان چه بلایی آورد. دادگاه های 3 دقیقه‌ای همین مردک موسوی تبریزی، اینی که رئیس دادگاه سینما رکس آبادان بود، حالا این میاد میشینه از آزادی و دفاع از حریت در ایران صحبت میکنه. همین مردک یکشم خلخالی بود دیگه، اونم اصلاح طلب بود. این بزدل خاتمی گفت آقا ما تحت این شرایط در انتخابات شرکت میکنیم، انتخابات فلان بیسار اینا، بعد مردک رفت رای داد. این جیاد نقش حزب توده برای من جالبه، یعنی تعمونده های حزب توده، نه همشون، اون تعمونده هایی که نمیخوان قبول کنن در اوائل انقلاب با اون طرفداریشون از این رژیم خونخوار چه جنایتی انجام دادن. حالا برای توجیهشون، توجیه کاراشون، این آقای خدایی در نمیدونم راه توده، بریم ببینید چه چیزایی مینویسه. بله آقای خاتمی خوب شد در انتخابات خواست درهای نمیدونم حریت و آزادی رو نبنده، نذاره که جنبش نمیدونم فروکش، جنبش فروکش کرد. اینو من در برنامه صدای آمریکا، این خانم مسیح علی نژاد آمده بود، بعد هی راجع به این که بله گروه های سبز تحت فرماندهی مهدی کروبی نمیدونم میرحسین موسوی دارن این کار، من گفتم خانم همه اینو گذشت. بعد شروع کرد پرخاش کردن به من یه جوری که آقا داره این مزخرف میگه. و این جالب بود که اون برنامه ساز صدای آمریکا مثل که اون حرفای اونو من نمیفهمیدم، تشریح میکرد حرفای اونو برای من، خیلی جالب بود. حالا ایشون هم البته بعدن به من گفت من منظوری نداشتم که داشت، چون اینا باید هوای در صدای آمریکا، در بی بی سی، در همه جا باید هوای این اصلاحچی ها رو داشته باشه، نه هوای ماها رو. به ما میگن برانداز، اینا ضد انقلاب. میگن در آینده ایران باید کسانی رو دمشون رو دید که از خود رژیم هستن، به مشکلات مملکت واردترن. مثل که ما اینجا نشستیم باد بزن دستمون بوده، خودمون رو باد زدیم، اصلا نمیدونیم مملکت چه خبره. حالا آقای عبدالله نوری میگه که ما برانداز نیستیم، ما خواهان تعدیلاتی در قانون اساسی هستیم و اگر اینها مد نظر قرار بگیره ما دوباره این ما بودیم. داره میگه، میگه این ما بودیم که همیشه در انتخابات ها سعی میکردیم تنور رو داغ کنیم. چه جور میکردیم ما که با ما این رفتار میکنیم؟ بعد بلافاصله نمیگه دیکتاتوری این مردک اون بالاست، میگه این نگاه امنیتی بعضی از این سرداران و دستگاه های امنیتی باعث شده که کوچکترین انتقاد رو اینا امنیتی میبینن. میبینید چی میگه؟ یکی نیست به این مردک بگه شماها مغزتون کار نمیکنه، اون مملکت چرا اصلی رو نمیگین؟ چرا اصلی رو نمیگین؟ خب معلومه این آقای عبدالله نوری وزیر کشور آقای خاتمی بوده، قبلش با آقای رفسنجانی کار کرده، زمان امام مرحول
به قول هادی خرسندی ایشون نماینده امام در سپاه بوده، اینا همه با هم کار میکردن. حالا از این همچین انتظاری از این آدم انتظار داری برانداز بشه؟ معلومه نه، چون میدونه فردای ایران یقه همه اینا رو میگیرن، نه کشداری و نه چیزی، ولی دادگاه ملی اینا باید بیان پاسخگو باشن. اینطوری نیست. آقای جنجی اومده بیرون، حالا به خود ما ایراد میگیره. خب بگیر، شما حق دارید، در مملکت آزاد چند وقتم زندان بودی، به وسیله ما هم شلوغ کردیم و گفتیم آقا ایشون زندان بوده، مورد شکنجه قرار گرفته، اینطوری شده، اینطوری شده. حالا این آدم، من بارها گفتم بازم میگم، اومده بیرون خط میکشه، میگه اینا که پرچم شیر خورشید اینا باید برن اون بر، ما این بریم، ما اینه میگیم، بعد پولارم میره این بر اون بر بهش میدن. این سازمانایی که من نمیدونم، این سازمانایی که برای پناهنده شدن یک ایرانی درب داغون تحقیر شده، شکنجه شده، هزاران مدرک میخواد، این آقایون از فرودگاه با ماشین میان میبرن و بهشون شغل میدن و نمیدونم جایزه میدن و هر چی که بخواین. این جالبه که تلویزیونی های هم هستن اینجا نیست، اینا کم وسیله دارن، صدا آمریکا و رادیو نمیدونم بی بی سی و تلویزیون بی بی سی اینا کمه، اینجا هم بهشون برنامه میدن، آقایون میان میشن تو تلویزیون ها اینجا سخنرانی میکنن. چیه؟ تلویزیون اینا بیشتر و بیشتر مردم نگاه کن. مشکل داریم ما، همینانی گرامی مشکل داریم ما، ظرفیت نداریم بعضیامون، فرق نمیکنه کی باشیم، وابسته کدوم دستگاه و تشکیلات باشیم. یا آقای تلفن کرده به من، آقای فرجی بس کن دیگه این حرفا رو اینقدر میزنی، 32 ساله این شاهزاده رضا پهلوی، این مجاهدین خلق، این توده‌ای ها، این نمیدونم چپای به قول شما مستقل، چه غلطی کردن؟ من دیدم این مدک یا پول رفته باخته توی لاس وگاس، یا قرار بوده زمینایی که تو ایران بهش بدن این آجاها پولا رو خوردن ندادن بهش، حالا اومده اینجا دیواری کوتاه‌تر از ماها پیدا نکرده. مایی که تنها کاری که میکنیم اینی که بیایم میشینیم، من برم میشینم این مسائل بیارم مطرح کنم، با چندر غاز، با چسبوندن این با اون نمیدونم اینا، که یه تلویزیونه. حالا شما وقتی میگن تلویزیون خیال میکنه اینجا الان مثلا 6 طبقه است، 15 تا منشی و 80 تا کارگردان و 10 تا نمیدونم دوربین، چه نه این خبرا نیست، اینجا وارتانه، من هم با 2 نفر 3 نفر دیگه، اونم شجره که آخر برج باید بره از این بزنه، از اون بزنه، از اون بزنه، با من چونه بزنه، با اون چونه بزنه، با این دوربینای پاکستانی، با این دستگاهای عقب افتاده. ولی همینا میترسونه اون رژیم آدمخور رو، بعد اینا رو شارژ میکنن میندازن به جون ماها، به لباس این که ما اپوزیسیون هستیم. به این آقا گفتم شما چی کار کردی؟ شما که به من فحش میدی، شما که زبون انقدر داری، شما برای مخالفت با این رژیم چه کار کردی؟ یکیش رو بگو. این بیماری دیگه همینان گرام نیست؟ این بیماری نیست؟ من برای این که گرین کارت بگیرم، خصوصیش نمی کنم مسئله رو، باید 6 سال آزگار بدوم، مقدار متنابعی پول بدم، هر روز یه بهانه جدید، تمام پرونده منم می زنم تو کامپیوتر میاد از آلمان، چون من تبعه اونجام دیگه، مثل برق. رفته بودم کنسولگری آمریکا در فرانکفورت، یه سوالی کرد، من سالشو بین فارسی و مسیحی یه سال اشتباه کردم، فوری دختره به من گفت اونجا شما داری اشتباه میگی. خندم گرفت، گفتم من صبح ساعت 8 اومدم، الان ساعت 3 بعد از ظهره، شما که همه اینا رو تو کامپیوتر داری، چرا اینقدر مدت من اینو گردشتی؟ همون کاری که تو این فرودگاه با من کردم. ولی دلم میخواد یه دفعه شما وجدانن به این مردک حسین موسویان، سفیر سابق جنایتکار رژیم که الان نشسته تو دانشگاه پریستول داره درس میده به عنوان استاد میهمان، بپرسین در زمانی که سفیر ایران بودی در آلمان چقدر جنایت ها رو ترتیبش رو دادی، برنامه ریزی کردی. شما خیال میکنی برای اقامت این مشکل داره؟ آقای گنجی مشکل داره؟
آقای کدیور مشکل داره؟ کی مشکل داره؟ ماها داریم، ماها داریم، ما براندازیم. اینا کسانی هستن که به درد رژیم هایی مثل غرب میخورن، نه ماها. ماها غر میزنیم، ماها درد سرسازیم برای اینا. من گفتم من سلطنت طلب نیستم، جمهوری خواستم، همه هم میدونم، طرفدار مصدق هستم، اینا همه میدونم. ولی یک بار شما بی وجدانی ندیدید من بیام تو این برنامه ها و از موقعیتم سوء استفاده، هیچ کس ندیده. اگرم اشاره کردم محق بودم به عقیده خودم، گفتم یه چیزایی رو. ولی برای من اصل این آدم خورهای فعلا حاکم در ایران، رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی رفته آلمان، یا یه هیئتی هم بودن، آدمایی بودن که مشروطه خواه بودن، از آدمای مختلف، نمیدونم چیا بود. این خنده دار نیست؟ یه همون روز مصادف بوده با جلسه بغداد، مذاکره با غرب در بغداد. کمیسیون امنیت خارجی مجلس آلمان بوندستاگ ملاقات لغو کرده، نگفته فلان روز، لغو، به طور کلی لغو کرده. چیزی که شما کمتر میبینید در آلمان، اصلا نمیبینید. اینه دیگه همینان یه رو، یعنی ما بازیچه شدیم. حالا فرق نمیکنه چه چپ مستقلمون، چه ملیمون، چه اونایی که براندازن، اونایی که با کلیت این رژیم مخالفن، چه مجاهدین خلق. ببینین الان سر این مجاهدین چقدر بلا آوردن، شما میتونید موافقشون باشین یا مخالف. چه توحشی در مورد یه یورش 50 نفرشون کشتن، چقدر به اینا حمله کردن. بابا اینا ایرانی هن. حالا تک تک اینا، بعدم از اون بر آدم خورای جمهوری اسلامی منتظر که اینا رو بگیرن ببرن اونجا بکشن، بکشن. این قرمم آروم، ببینید همینطور کمیسیون پشت کمیسیون برای بررسی این که اینا تروریستن یا نیستن، بازی با آدم ها، بازی با جان ایرانی ها. این همه گزارش راجع به سوریه و فلان و فلان و فلان و فلان، راجع به ایران فقط چسبیدن به مسائل اتمی. بقولون خانم شیرین عبادی گفت اینقدر که شما راجع به فردا و نمیدونم راجع به پارچین و نسوان، کاش که یک بارم راجع به زندان اوین صحبت میکردید. آخه بس کنید دیگه، یه ملتی رو اسیر، هیچی نمیگی شما. آخه این وجدان جهانی چی شد؟ الان گزارش شد بسیاری از این شرکت‌های آمریکایی از زیر زیرابی دارن میرن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، دور میزنن. خنده داره دیگه، خودشونم میگن، رو هم میکنن که اگه یه موقعی ماها فهمیدیم بگن که ما جرایدمون آزادی هم گفت. یعنی این جمهوری اسلامی رو پسش اینو بر نمیان، لازمشون دارن همین الان. من باور کنید دیگه به این نتیجه رسیدم، رژیم جمهوری، من بعضی وقتا شک میکردم جمهوری اسلامی به عنوان یه لولو در منطقه احتیاجی خربه، وگرنه 100 و خورده میلیارد قرارداد فروش اسلحه در این یک سال گذشته بی خودی نیست. کدوم بازاری داغتر از این؟ پولای مفت این عربای نفتخیز میاد از اون بر صاف تو جیب اینا. هر 1 میلیارد دلار مصادف با 200 تا کارگر یا 300 تا کارگر در سال، حالا فکر کنی 100 و خورده میلیارد، بعد لوازم یدکی، بعد مستشار، بعد حقوق. اینا مسائلی نیست که همطوری بگذاریم ازش. همین رو نگیرم، راست میگه اون همیهن ما، اون دانشجو که اون مردک قرآن زد زمین و فوش به ائمه اطهار رو، اینا به این چیز اعتقاد ندارن. اینا دین رو کردن وسیله. الان یه عکس دادم به وارتان، گفتم خواهش کردم نیروی انتظامی، یه مردک اومده شده معاون، از سپاه اومده شده معاون نیروی انتظامی،
نه معاونم نه نمیدونم سی سمتی دادن بهش. این اومده رفته اولا هارت و پوت کرده و گفته که حالا اسمشو یادم میگم بهت، یه کنسرتی قرار بوده در اون ساختمان نمیدونم برج میلاد به اسم یه خواننده به اسم مازیار فلاحی، قرار بوده کنسرت بذاره. یه از این خواننده ها هنرپیشه ها اینا بدبخت بلند شدن رفتن تماشا دیگه، حق هر کسی، کنسرت مجوز هم داشتن. یه خانومی هست هنرپیشه است، ایشون رو دم در اون سرداری که گفتم معاون اجتماعی ناجاست، سردار بهمن کارگر یا لات دیگه یک از این، این خانوم هنرمند رو به عنوان پوشش زشت و بد ایشون رو دستگیر کردن، به اتفاق یه عده بردن در زندان، اسمش هم گذاشتن لام، خانوم لام الف که معلوم شده خانوم لیلا اوتادی. حالا این خانوم لیلا اوتادی رو بذاری شهر بدم براتون. این خانوم قرار بوده توی فیلمی که خود رژیم قرار بوده بسازه راجع به ندا آقا سلطان این بازی کنه، نقش ندا رو که دروغکی بوده و اصلا ندای کشته نشده و از این حرفا. این خانوم خیلی زن زیبایی هم هست، میدونی که تو فیلمای این مرده که مسعود درنمکی هم بازی کرده، اون معرفه این بوده. این خانم با وجودی که اون مردک این تو فیلماش داده بازی داده، اومده گفته من حاضر، گفته پام شکسته یا شکسته باشو، گفته من حاضر نیستم که با این پا نقش این خانم ندا آقا سلطان رو بازی کنم، اون سمبل شجاعت زن ایرانی رو. به خاطر همین پرونده براش درست کردن. دیشب به وقت تهران اومده بره تو مجلس گرفتنش، یه درم گرفتن، نیروی انتظامی مجوز کنسرت رو لغو کرده. خوشتون اومد از این آزادی، از این انقلاب شکومت؟ یه دونه رهبر برامون درست کرده این شاخ شمشاد گذاشتن اون بالا. همه میگن مقام معظم رهبری فرزانه، پیر فرزانه، مرده که عقب افتاده روزخان، روزخان ده تومنی شده عقل کل تو من بکن. پوتین میاد میگه خود مسیحه، اون یکی میاد گریه میکنن زن بچهش آقا رو میبینن. خوشتون اومد از این مملکت؟ یه عده چاجیانی و چاوکش و اینام دوروبر اینن، همه خودشون قانون میذاره. یکی میگه شلوار توی چکمه جرم داره، حالا شما بگو چرا؟ میگه من اینطوری تشخیص دادم. تو سینما فیلم فوتبال این جام اروپا رو دارن پخش میکنن، سینماها شروع کردن بلیت فروختن، مردم برن تو سینما بشنن این فیلم ها رو ببینن. اومدن گفتن نمیشه، فوتبال فرق داره. صاحبای سینما گفتن آقا سینما مگه ما فیلم نشون نمیدیم؟ خانم آقایون، خانم ها یه طرف، مردم یه طرف، پلیس هم که اونجا وایستاده، چه فرقی میکنه فوتبال؟ گفتن نه فوتبال فرق داره، فوتبال فرق داره. مملکت آزاد آباد چی میخواستیم شما بهتر از این؟ همین انانی گرامی صحبت های تاج زدر میذارم یه روز دیگه. بهترین حکومت درست کرد، حکومت اراذل و باش، حکومت روزخانهای عقب افتاده که یه زمانی ما اینا رو با تحقیر از بغلشون رد میشه، بود جندشون خفم هم کرد، اینقدر به خودشون چیز میزدن گلاب که بود جندشون کمتر روش. حالا یکی یه دونه سی متر چل متر پاچه رو دور کلاشون بستن، بعد حالا نشستن من بکتم در دکتیارشون، پولم که یا مفت. بعد دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای فریدی. من باور کنید دکتر دانش بعضی وقتا بیمار میشم از این حرفایی که میخونم. نمیدونم چند روز دیگه انتخابات مصر. شما یه جمله رو قبلا من داشتم گوش میکردم صحبت زدن، میگفتین ما رو نمیخوان، ما نق میزنیم، انتقاد میکنیم. جالبه، اگه اجازه بدین یه چند دقیقه در این باره صحبت بکنم. بگیم. خب میدونی که من در واقع آلمان یکی از متخصصین افغانستان، قبل از اینکه متخصصی وجود داشته باشه در واقع تخصص در رابطه با افغانستان داشتم و همیشه در واقع با گروه‌های سیاسی و احزاب سیاسی در رابطه با افغانستان صحبت می‌کردم. بعد از اینکه آمریکا وارد افغانستان شد و طالبان سقوط کردن، خب دولت آلمان هیچ علاقه‌ای نداشت به متخصصی مثل دانش برای که نق می‌زد. بله. و خیلی از دوستان آلمانی و حتی نمایندگان مجلس به من رجوع کردن که تو
به خانم مرکل یه نامه بنویس، بگو که نظرش چیه درباره افغانستان. من دوستی داشتم که زمانی مشاور صدر اعظم آلمان کل بود، چندین سال، 16-17 سال اینم نماینده مجلس بود و خب از حزب خانم مرکل بود. یه روز بهش پیغام فرستادم به این دوستم که گفتم که در واقع در رابطه با افغانستان من علاقه دارم یه صحبتی بکنم، شاید نظر منم در رابطه با افغانستان مهم باشه. اینا آقای دوست عزیز ما که نامشو نمیبرم نماینده مجلس بود با خانم مرکل صحبت میکنه اینا، بعدن اومد جوابی به من داد، گفت نه خانم مرکل نه دولت آلمان و دیگران علاقه ای به منتقدین و کسانی که به زیتو نق میزنن نداره. اینا سازمان امنیتی. تو میایی میگی که آقا وارد شدن به افغانستان خطرناکه، وارد نشین با شکست روبرو میشین. اونا میخوان وارد افغانستان بشن. بله. و شخصی مانند شما رو دولت آلمان وزارت دفاع نقزنی. بله. احتیاج نداره. درست همینه دکتر. چقدرم در تایید صحبت دقیقاً همینه. ماهاری اینا میخوام برای چی؟ کاملاً اینا کسایی میخوان از این اصلاحچی ها که همه جا رو گرفتن، تمام وسایل ارتباط جمعی رو. این جالبه، وسایل ارتباط جمعی تو این شهر خود ما هم بعضی جاش گرفتن. کاملاً درسته. میان میشینن اونجا حرفایی میزنن، خیلی هم چشمگیر بعضی وقتا، ولی پشتش دروغه. تمام دروغ. دروغ پشتش ابقاء این رژیم جنایتکار. نه تنها دروغ، بلکه دفاع از نظام آقای حسین موسویان که چنین امکاناتی را در آلمان در آمریکا داشته و سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بوده و چنین جنایت‌های عظیمی رو کرده که در واقع سند وجود داره شما در آلمان سند وجود داره، امروز در واقع در آمریکا سخنرانی میکنه، بهش حقوق میدن، استاد دانشگاهش کردن، استاد مهمان، چه حقوقی، چه زندگی، متاسفانه و تمام مطالبش بخونین دفاع از نظام جمهوری اسلامی. گفته چند روز پیش، گفته شما می‌خواید الماسای جمهوری اسلامی رو بگیرید بادون بدین جاش. کاملاً درست. اینه دیگه، راست اینا رو میخوان. من شما رو باشی کار کاملا درست با ما دوش دانش. من این حالا دارم به شما میگم که شما تمام جریان هست، من امانمو بریدن باور کنید، من امانمو بریدن سر این جریان اقامتم، من واقعا کلافه کردم. متاسفانه من آخه دیوانه میشه. من وقتی میبینم آقا هر کدوم از اینا میان شغل میگیرن، کاغذ کار بهشون میدن، نمیدونم بهشون عصبی میشم. برای اینکه اینستیتوت تحقیقاتی براشون باز میکنن، اداره باز میکنن، اداره باز میکنن. اینجا که میگن امکان نداره بشه با تقلب کرد، پارتی بازی کرد، اینو دروغ همه. حالا انتخابات مصر همین آخر هفته قراره برگزار بشه دکتر دانش، دو روزم هست. ایران از حالا شروع کرده دفاع کردن از این آقای محمد مرسی. بله. مرسی. بله. مرسی. رئیس اخوان مسلمین. مرسی نمیدونم چرا گفتم. بله مرسی. بله. رئیس اخوان مسلمین. این جریان چیه؟ اینا که میدونن که اینا سلفی و اخوان مسلمین اینا بیان خب اصلا. موقعی که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای قبلا اعلام میکنه که در واقع اون چیزی که در مصر اتفاق میفته بیداری اسلامی است، باید هم چنین مطلبی اتفاق بیافته. و میدونین که در واقع محمد مرسی نه تنها با جمهوری اسلامی است، بلکه در تضاد با جمهوری اسلامی قرار داره. شعارشون اگه در واقع مرسی انتخاب بشه، همین چند روز پیش آقای ولایتی ازش پشتیبانی کرد که رئیس جمهور آینده باید آقای مرسی باشه و صفوی رحیم صفوی چنین صحبتی کرده. ولی جالبه همین آقای مرسی در صحبت‌های اخیرش گفته ما روابط عادی با تمام کشورهای اسلامی داریم، ولی گوشزد کرده به ایران تا زمانی که شما کشورهای عربی رو وحدت عربی رو تهدید می‌کنین ما با شما نیستیم. و مهمتر از همه در واقع گفته رفتار و مناسبات آینده مصر با ایران در واقع در این رابطه خواهد بود که ایران با سوریه چیکار بکنه. یعنی اگه ایران تغییر بده سیاستش در رابطه با سوریه، ما روابط خوبی با ایران خواهیم داشت، وگرنه روابطمون بسیار بد خواهد بود. یعنی در واقع کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، سلفی هستند، در کنار عربستان سعودی قرار دارن و در واقع با پول و حمایت عربستان سعودی، اگه آقای مرسی در روز 16 17 جوان در واقع انتخاب بشه، سیل پول عربستان میاد با کمک مالی عربستان سعودی و کمک سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس انتخاب میشه و در مقابل ایران قرار میگیره. به نظر من اگر من سوال بکنین، به نظر من به نفع ایران از جمهوری اسلامی صحبت نمیکنیم، به احمد شفیق ایران و مردم ایران خواهد بود که احمد شفیق بشه و اون توازن سیاسی رو نه اینجا اشکال پیش میاد. ببینید دکتر دانش، اینجا
تمام حدسای رژیم روزخونا به هم میخوره. برای اینکه اینا میگن آقا ما گفتیم این چیز این حرکت اسلامی بیداری اسلامی، حال نخست وزیر آقای حسنی مبارک اومده شده رئیس جمهور میخواد مملکت اداره بکنه، بعدم اینا از این میترسن که این مردم بشینن قضاوت کنن که آقا بهتر نبود که اون بختیار میمون تا اینکه ما رفتیم گفتی بختیار نوکر بی اختیار، بعد یک مش حیوان جانی را آوردیم بدختیم به جون مردم. بله بله، یعنی شما در واقع در رابطه اون مصر موقعی صحبت میکنین امروز و موقعی که مقایسه میکنین بین احمد شفیق که طبیعتا شخص سیستم سابقه دیگه نظام مبارک بوده و آقای مرسی محمد مرسی، باید بگیم که به نفع مردم ایران خواهد بود. من نمیخوام دفاع بکنم از احمد شفیق به هیچ ترتیب، یک شخصی که در سیستم دیکتاتوری نقش مهمی رو بازی کرده و در واقع به رژیم سابق و سیستم سابق مرتبطه، ولی این شخص موقعی که رئیس جمهور میشه در واقع ممکنه توازن تعادل حفظ بکنه که مرسی چنین کار رو نخواهد کرد و حمایت از عربستان سعودی خواهد کرد و از سیاست عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور عربی حوزه خلیج فارس حمایت خواهد کرد. ببینید دکتر دانش، این کاملا مسلمه، اینا عربستان سعودی و این کشورهای شیخکای جنوب خلیج فارس نقششون اینی که حکومت‌های مذهبی مستقر بشه که این از نظر سلاحی که در برابر جمهوری اسلامی هست اینا هم از همون سلاح بر علیه جمهوری اسلامی استفاده کنه. آدمی مثل احمد شفیق اگر بیاد رو کار، این شیخکای جنوب خلیج فارس عربستان سعودی و اینا به مشکل برخورد میکنه، چون اون میره روی مسئله آزادی ها که برای خود اونها خطرناکه. عربستان سعودی حاضر نیست در مصر آزادی وجود داشته باشه، انتخابات آزاد وجود داشته باشه. کاملا درسته. چند روز پیش من یک آمار میخوندم آقای فرجی در تایید صحبت‌های شما. ببینین مقدار ذخیره نفتی که 6 کشور حوزه خلیج فارس دارن، توجه بکنین 689 میلیارد بشکه. 689، یعنی در واقع میتونن نفت 30 سال آینده دنیا را، یعنی در واقع احتیاج نفتی 30 سال آینده رو تامین بکنن، یعنی نصف نفت دنیا اونجاست. 58% 58% فقط امارات 98 میلیارد بشکه ذخیره نفتی، همون مقداری که ایران داره. و موقعی که مقایسه میکنی، خب عربستان سعودی قدرت داره، عربستان سعودی ادعا میکنه که 500 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره، کشوری که فقط 20 میلیون داره. ایران ادعا میکنه که 100 میلیون داره که من معتقدم 100 میلیون هم نداره، با جمعیت 75 میلیون. خب شما میتونید در واقع مقایسه بکنید چه قدرت عظیم مالی وجود داره. ما در 10 سال آینده باید بریم نفت بخریم از ایران و عربستان سعودی سالانه 350 میلیارد درآمد نفتش. خب در واقع این پولایی است که شما به درستی گفتین که کشورهای خارجی، کشورهای غربی در واقع سلاح 125 میلیارد در مدت 5 سال به عربستان سعودی و 6 در واقع کشور خلیج سلام میفروشن در تاریخ بی سابقه است و پولای مردمی است که در واقع خب طبیعتاً این صحبتی که من و شما اینجا میکنیم خوشایند نیست برای خیلیا. بله، این عربستان سعودی و شیخکا اصلا با بازیچه است براشون این پولا. این پولا رو میدن اسلحه میخرن، میگن خب ما رو حفظ بکنن ولش کن، آقا میذاریم تو انبار بپوسه، براشون فرق نمیکنه. بله همین هم شده. آخه شما گزارش من بندرعباس خدمت کردم 2.5 سال دو جدانش. این بسیاری از این آدمایی که در اون بر شیخکا کار میکنن، اینا بچه های جنوب ایران هن. مال لارن، لارستان ایران هن، مال نمیدونم شهرهای کوچیک دیگه. اینا میمدن تعریف هایی میکردن از این، من خودم نمونه هاشو تو بندرعباس دیده بودم. اون زمان این شیخکا میمدن تو بندرعباس کاخ میساختن برای اینکه زمستونا بیان اونجا هوبره شکار کنن با بنزای آخرین سیستم و اینا. خیلی جالب بود که من یادم این آقای پیروز که الان در فرانسه است، اون موقع استاندار استان ساحلی بود، یه شب ما دیدم با آقای پیروز گفته بودن که تو یه این شیخکا یکی از اون آدمایی که اونجا کار می‌کرده براش مال لارستان هم است، منتها تو حالا اونور بود، کار خلاف کرد، می‌خوان گردن بزنن. آقای پیروز تلفن کرد بود که چیشیری گردن بزنه تو خاک ایران، مگه میتونه شما این کار رو بکنی؟ پیغام داده به اون یارو شیخکه که اگر این جنایتی دست بزنی بهش همینجا میگیمت محاکمه بکنیم. حالا منظورم اینه، اینا دکتر دانش اون کاخا که اونجا ساخته بودن با این کشتیایی که میمدن اونجا پیاده میشدن میمدن با بار و بونه و اینا، تمام من رفته بودم فیلم گرفتم، تمام این دستگیراش طلا بود. شما منو به یه داستان دیگه انداختید. من در شمال افغانستان بودم، در شمال افغانستان یه دشتی وجود داره به نام دشت لیلی. خب در اونجا منطقه ازبکاست و جنرال دوستم قدرت داشت. در واقع عرب‌های پولدار می اومدن به شمال افغانستان برای شکار عقاب،
توجه کنید در این دشت لیلی، و می آمدن با چندین ماشینای جیپ بزرگ، ده ها جیپ. و جالب موقعی که منطقه رو ترک می‌کردن تمام ماشینا و داش گراز می‌ذاشتن و می‌رفتن. بله بله. اینا سوارشون مطرانه بودی پولایی که در میارن در واقع پول مردمه که زدن. بله خوندین که خبر رو یکی از این اینا که زن ولیعهد عربستان بوده توی چیز پاریس رفته توی هتل چندین ماه با یه دو کویا دو طبقه رو اجاره کرد 7 میلیون و نیم دلار بدهکار بوده شبونه داشته در میفتی گرفتنش. جالبه با اون پولایی که دارن. حالا دوستانش الان یه مقدار زیادی گزارش داره میاد از سوریه که این سلاح‌های شیمیایی که آقای اسد گرفته اینا رو همه رو دپو کرده و به اصطلاح جمع‌آوری کرده، اینا ممکن دست این انقلابیون عضو القاعده که اونجا دارن چیز میکنن فعالیت میکنن بیفته. و اگر این یه همچین جریانی پیش بیاد این خطر متوجه همه منطقه است، یعنی متوجه لبنان، متوجه اسرائیل در درجه اول. و این جریان چی می‌بینید شما؟ در واقع بشار اسد همه میدونن و دولت غربی میدونن که انبارای زیاد شلای شیمیایی داره و داشته، و اولین بار در واقع دامپرس یک سایت خبری خود سوریه اینو مطرح کرده که در واقع این سلاح‌ها داره به دست نیروهای شورشی میافته. ولی جالب اینه که خب خیلی ها ممکنه بگن که دامپرس یک در واقع سایت خبری سوریه است و نمیشه اطمینان کرد، ولی روزنامه هارتس، روزنامه هارتس اسرائیل مطرح کرد از قول یکی از نمایندگان و رهبران شورشیان که در واقع شورشیان خواهان این هستند که تمام این انبارها و مخازن سلاح شیمیایی را به دست بیارن، مثل لیبی در واقع دست آوردن. ولی مهم اینه که باید به این مطلب اشاره کرد و خود آمریکا هم وحشت از این داره، برای که در کنار اخوان و مسلمین سوریه نیروهای القاعده قرار گرفتن و حتی در واقع متخصصین امنیتی آمریکا به این مطلب چندین بار اشاره کردن. کلاپر مدیر سازمان سیا به این مطلب اشاره کرده و متخصصین آمریکایی وحشت برشون داشته، نگران هستن، تا جایی که دولت آمریکا به سوریه یه پیشنهاد کرده که یک ارتش 5000 نفری سازمان ملل متحد که بخش عظیمش از نیروهای روسیه باشن وارد سوریه بشن و در واقع این مخازن و انبارا رو کنترل بکنن و اجازه ندن این انبارهای شیمیایی به دست شورشیان و اخوان المسلمین و کاری که در پاکستان بعدن بکنن در القاعده افتاده که روسیه اینو نپذیرفته. واقعا خطر بسیار بزرگی، میدونین که امروز در واقع در سوریه جنگ داخلی در گرفته، یعنی صحبت دیگه از این نیست، جنگ داخلی در خواهد گرفت در گرفته و نیروهای شورشی بسیار قدرتمند شدن، سلاح‌های عظیمی در دست دارن و با این سلاح‌ها به نیروهای ارتشی حمله می‌کنن. از یک طرف ارتش می‌زنه مردم بی‌گناه رو می‌کشه، تا به حال 15000 نفر کشته شدن. از یک طرف نیروهای سلفی هستن که در واقع با سلاح‌هایی که در دست دارن حمله می‌کنن و این خطر وجود داره، همونطوری که در لیبی اتفاق افتاد، انبارها و مخازن سلاح‌های شیمیایی به دست اونا بیفته، در واقع مواد سمی و اینا استفاده بکنن از این مواد سمی در داخل سوریه و خطر بزرگی رو برای مردم سوریه و مضاف بر اون لبنان و کشورهای دیگه ایجاد. اصلا جنگ کشیده میشه به لبنان، الان میبینید که به لبنان کشیده شده. باید به این مطلب همیشه اشاره بکنیم، در واقع لبنان ساخت سیاسی، زیربنای سیاسی لبنان تقسیم قومی است در واقع. در واقع این اقوامن که در واقع طبق قانون اساسی در اونجا حکومت میکنن. میدونیم که طبق قانون اساسی لبنان رئیس جمهور همیشه مسیحی بوده، رئیس دولت مسلمان سنی و رئیس پارلمان شیعه است و این تقسیم کردن و شما در شهرهای رئیس ستاد ارتش هم مسیحی در شهرهای مختلف و در مناطق مختلف لبنان در واقع این اقوام هستن که قدرت دارن و همین ترکیب در ارتشه. به خاطر همین ارتش نمیتونه در واقع تمامیت ارضی این کشور رو حفظ بکنه و الان نیروهای حزب الله از اونها قوی تر، به خاطر همین هم تمام این گروها و قوم ها در واقع سلاح در دست دارن و بجون هم میافتن، بخشش در کنار سوریه در کنار بشار اسد قرار گرفتن، بخش دیگه بخلا در جهت مخالف بشار اسد و جنگ های امروز در ترابلس شمال لبنان در جریانه که در همین چند روز پیش در برخوردها 20 نفر کشته شدن. خب دانشتا ما 3-4 دقیقه و خورده وقت داریم، چرا حزب الله نمیتونه اون به اصطلاح پوزیسیونی که حماس در برابر سوریه گرفت بگیره؟ خب حزب الله به نظر من به دو دلیل مهم، یکی که حزب الله در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفته، نه تنها از لحاظ مالی و نظامی به حزب الله کمک
نظامی میشه. بله یعنی شیعان اونا سنی بوده باشه. مذهبی است در واقع. حزب الله پیوسته به جمهوری اسلامی از طریق مذهبی است و رهبری خامنه ای قبلا خمینی و خامنه ای رو قبول کرده و حزب الله پدیده جمهوری اسلامی بوده. در سال 1982 یعنی جمهوری اسلامی بره اونا هم رفتن. اونا هم رفتن. یک مطلب اینه. مطلب دوم که مهمتر از همه است اینه که با رفتن حکومت بشار اسد در واقع پایه‌های نظامی حزب الله از بین میره. این از کجا میتونه در واقع سلاح‌های عظیمی رو بگیره؟ حزب الله همیشه ادعا میکرده در صف مقدم برای اسرائیل بوده، احتیاج به سلاح داره، 30,000 موشک هم اکنون در اختیار داره و با این موشک ها میتونه تمام مناطق اسرائیل رو مورد حمله قرار بده و موقعی که بشار اسد سقوط بکنه در واقع موجودیت حزب الله به خطر میفته در داخل لبنان. خب این جریان برای من نقش اسرائیل تعجب آوره. اسرائیل تمام خطرات که القاعده ممکنه در سوریه به وجود بیاره اینا رو ندیده گرفته، فقط رو نقش حزب الله لبنان و نمیدونم جمهوری اسلامی سوریه تکیه میکنه. این چیه؟ اسرائیل مدت ها بود سکوت میکرد، سکوت استراتژیک میکرد درباره سوریه و معتقد بود یک سوریه ضعیف و بی سواد به نفع اسرائیل به خاطر تپه‌های جولان. ولی امروز اسرائیل به این وحشت افتاده که در واقع همپیمان سوریه بشار اسد جمهوری اسلامی است و روزی اگه موجودیت بشار اسد حفظ بشه این جمهوری اسلامی است که در سوریه قدرت خواهد داشت، حتی در تپه‌های جولان، و مشکل جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر خواهد بود. یعنی اگه بشار اسد بمونه تو وابستگیش بیشتر میشه، بیشتر به جمهوری اسلامی میشه. و به خاطر همین امروز در واقع سر و صدای اسرائیل در اومده و آقای نتانیاهو خواهان حتی حمله نظامی است و مفاز معاون نخست وزیر هم اعلام کرده که در سوریه در واقع داره بر علیه بشریت اقدام میشه، جنایت بر علیه ضد بشری است و باید دولت‌های غربی و ناتو و کشور آمریکا دخالت نظامی بکنن و حکومت بشار اسد ساقط بشه. خیلی سپاسگزارم دانش عزیز. تو مرسی از باز دوباره. مرسی که شما یه مسافرتی هم دارین. من هفته دیگه برای چند هفته به آلمان میرم آقای. پس ما در خدمتتون نخواهیم بود. خب همینان گرامی سپاسگزارم که به برنامه امشب من توجه کردید. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.